ژنرال آستین فرمانده سنتکام. عراق به داخل گرداب خشونت می لغزد و واشنگتن از همکاری مالکی با رژیم ایران نگران است. ژنرال لوید آستین فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام گفت ایالات متحده نسبت به همکاری مالکی با رژیم ایران نگران است. به گزارش وال استریت جورنال ژنرال آستین گفت عراق به داخل گرداب خشونت می لغزد و مالکی همکاریش را با رژیم تهران افزایش می دهد، امری که باعث افزایش به هم ریختگی در کل منطقه می شود. ژنرال آستین به حاشیه راندن سنی ها در عراق توسط مالکی را موجب بدتر شدن وضعیت عنوان کرد و گفت واشنگتن از اینکه مالکی تلاش می کند شبه نظامیانی که از طرف رژیم ایران پشتیبانی می شوند را جزو نیروهای امنیتی وارد کند نگران است. خبرگزاری فرانسه: اوباما گفت ما یک عراق مستقل با ثبات و خودکفا را پشت سر می گذاریم، اما عراق کنونی اصلاً شبیه تصویری که اوباما می‌داد نیست. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از واشنگتن مخابره کرد نوشت برخی ناظران عراق در واشنگتن مالکی را به خاطر به حاشیه راندن سنی‌ها و کندن چاهی از خشم فرقه‌ای مقصر دانسته و نسبت به این چالش او را کند ذهن می‌دانند. عراق اول نوامبر 2013 اصلاً شبیه تصویری که اوباما دو سال پیش می‌داد نیست، زمانی که وی آن را دستاورد خارق العاده می‌خواند و می‌گفت ما یک عراق مستقل با ثبات و خودکفا را پشت سر می‌گذاریم. منتقدان اوباما رئیس جمهور را متهم می‌کنند که با خروج زودرس دستاوردهایی که به سختی به دست آمده بود را به دور ریخته است. جیمز جفری که تا سال پیش سفیر آمریکا در عراق بود گفت وضعیت امنیتی در عراق نه تنها بد است، نه تنها تمام دستاوردهای سال 2008 می تواند از دست برود، بلکه اگر آمریکا سریعا عمل نکند این وضعیت می تواند عراق را از هم بدرد. ژنرال پتراوس که افزایش نیرو در عراق را رهبری می کرد و آخرین انفجار طائفی را در عراق خواباند هشدار داد وضعیت چنان خراب است که تمام فدایی که سربازان آمریکایی کردند میتواند ضایع شود. رئیس جمهور اطمینان داده است در خلال گفتگوهای روز جمعه در کاخ سفید به مالکی برای پذیرش اجماع سیاسی فشار بیاورد. نیویورک تایمز: دو سال بعد از دیدار قبلی اوباما و مالکی دستاوردهای سیاسی و امنیتی که اوباما ادعا می کرد واژگون شده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشت اگرچه مقام های آمریکا و دولت عراق قصد دارند عراق را قربانی شرایط سوریه یا شرایط ناشی از بهار عرب جلوه دهند، اما کارشناسان می گویند سیاست های بی ثبات واشنگتن و بغداد به خرابی فزاینده اوضاع امنیتی در عراق افسوده است. بیمیلی مالکی برای تقسیم قدرت با جامعه سنی و گرایش دیکتاتور مآبانه او زمین مناسبی برای خشونت‌ها فراهم کرده است. نیویورک تایمز در گزارش دیگری نیز خاطر نشان کرد تقریباً دو سال بعد از دیدار قبلی اوباما و مالکی چه بسیار دستاوردهای سیاسی و امنیتی که اوباما ادعا می‌کرد واژگون و عکس شده است. بمب‌گذاری در عراق به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. نیویورک تایمز با یادآوری بیمیلی قانون‌گذاران کنگره آمریکا نسبت به دیدار مالکی از این کشور از هزینه‌هایی که سفارت عراق در واشنگتن برای کاهش فضای منفی در کنگره نسبت به مالکی پرداخت می‌کند خبر داد و نوشت دولت عراق سالیانه 960 هزار دلار برای این کار می‌پردازد.